سلام خدمت همه دنبال کنندگان عزیز و گل کانال یوتیوب کلاب هاوس فارسی. امیدوارم حالتون خوب باشه، سالم و سرحال باشید و پر امید. و همینطور این چند تا ویدیو آخر آرزو کردم، حتی همیشه آرزو دارم سلامت باشید، ولی اون دوستانی که در داخل کشور زندگی میکنن، خب به واسطه کرونا و این پیک لعنتی کرونا، البته ما همیشه مثل اینکه تو پیک بوده اون مملکت، پیک کرونا و این سویه دلتا، خب خیلی ها از متاسفانه هموطنان ما داغدار شدن این روزها و خیلی هم مریض شدن. امیدوارم به هر حال این مریضی ازتون دور باشه. حالا که حکومت به فکر ما نیست، تو رو خدا خودتون به فکر خودتون باشید، مراقبت بکنید و جاهایی نرید که احتمال اینکه بیمار بشید وجود داشته باشه. همتون رو دوست دارم و آرزوی سلامتی برای همتون میکنم. خب بریم سراغ ویدیو. یه توضیحاتی در مورد ویدیو بهتون بدم. در مورد اون مناظره جنجالی الهیکس و مهدی مهدوی آزاد، خب هم مفصل صحبت کردیم و هم سعی کردیم چند تا ویدیو بذاریم که کامل این ماجرا رو توضیح داده باشیم. و شما فکر میکنم سه تا ویدیو بود که کاملا دیدید، حالا اون دوستانی که کانال ما رو دنبال میکنن. من یه ویدیویی گذاشتم تو کانال دومم بعد از این مناظره جنجالی، حدود 6 ساعت و نیم 7 ساعت بود که آقای مهدوی آزاد، بچه اینترنشنال و مخصوصا آقای فرج سرکوهی اومدن، هم آقای مهدوی آزاد و هم فرج سرکوهی بر علیه الهه هیکس یه سری افشاگری هایی کردن و یه روم خیلی پرباری هم بود و روم خیلی جنجالی هم بود. من چون که سریعا میخواستم ویدیو درست بکنم و علی‌رغم این که خودم رکورد کرده بودم اون اتاق رو، ولی چون که در حین ویدیو ساختم بودم و اینها سرم شلوغ بود، کامل گوش نداده بودم که بعد از آقای فرج سرکوهی کیا صحبت کردن. حتی میدونستم ولی صحبتشون خاطرم نبود. امروز به طور کاملا اتفاقی این ویدیو رو گوش کردم و دیدم چه صحبت های مهم دیگری توش شده و ما از دست دادیم. یکی از این صحبت ها صحبت های خانم دکتر میترا بابک بود که مخاطبش الهه هیکس بود و یکی دیگرش هم این آقای چپ که من همیشه اکثریتی چپ که من همیشه اسمش هم فراموش میکنم، فرخ نگهدار، من همیشه اسم این فرخ نگهدار رو فراموش میکنم. و فرخ نگهدار، مخصوصا فرخ نگهدار، چه صحبت های مهمی و چه انتقادات جدی نسبت به موضع گیری های فرخ نگهدار که فکر میکنم حدس بزنید که چه موضع گیری داشت این آدم در اون روم. مطمئنا خب به نفع الهه هیکس بود با پروپاگاندا و حرفای مفت، ولی خیلی صحبت های مهمی مطرح شد به هر حال از ناحیه این دو فرد. من حقیقتش نه فقط به خاطر صحبت های خانم میترا بابک، به دلیل اینکه در شب گذشته یه لایوی هم برگزار شد در مورد بازوهای رسانه‌ای جمهوری اسلامی در خارج از کشور با عناوین نمیدونم روزنامه نگار مستقل و مثل همین الهه هیکس، فعال حقوق بشر یا گزارشگر حقوق بشر و اینها، و لایو خیلی پرباری بود. آقای مجید توکلی شرکت داشت توش، حسین رونقی ملکی، خود آقای فرج سرکوهی و خیلی از بچه های فعال داخل کشور و خارج از کشور که به بهانه صحبت های خانم دکتر میترا بابک که حتما براتون خواهم گذاشت، این لایو پربارم حتما در این ویدیو خواهیم آورد و صحبت هایی که شب گذشته انجام شده از ناحیه این افرادی که نام بردم، صحبت های اونم خواهیم آورد. سعی میکنیم راستی آزمایی هم داشته باشیم و هر چیزی که لازمه برای اینکه این ویدیو ویدیوی پرباری باشه انجام خواهیم داد. بریم اول صحبت های خانم دکتر میترا بابک رو بشنویم و بعد بریم سراغ بقیه ویدیو. خانم الهه ایکس از نظر روانشناسی بسیار اتفاق خوبی بود، همینطور که مامو تو گفتی، واقعا یک چی گفتی کلمه خیلی گفتا حماسه شد. چرا حماسه شد؟ درسته منم خانم هیکس رو نمیشناختم، بسیاری از ما خانم هیکس رو نمیشناختم،
اما آوردن خانم هکس و امثال خانم هکس، خود شما آقای فروخ نگهدار، شما رو همه میشناسن، ولی این فرصت ها نبود که مردم بتونن با خودشون صحبت کنن. خانم الهه هکس هم که جرئت نکردی بیای بالا، حتما شاید با یک اکانت دیگه داری صدای منو میشنوی و صدای ما رو میشنوی. خواهش میکنم، قبلا هم من بارها از شما خواهش کردم، بیایید بالا و جوابگو باشید اگر که جوابی دارید در مقابل این همه ملت. شما میدونید چه کار خطرناکی کردید. شما از حقوق بشر صحبت میکنید، یکی از بزرگترین فرد نقض حقوق بشر خود شما هستید. آیا معنی حقوق بشر رو میفهمید؟ آیا معنی حقوق بشر رو میفهمید که این بچه های معصوم ما رو این چنین به خطر انداختید و کمک کردیم به نظام جمهوری اسلامی که بهانه دست خودش بده و بچه های عزیز ما رو قتل عام بکنه؟ عجبه که ما همه این کلیپ ها رو میبینیم، ولی شماهای خادم بیت رهبری نمیبینید. میخوای بگی من تهمت بهت میزنم، میخوای از من بری شکایت کنی؟ You are very welcome, very welcome. در زمانی که شما 6 بار رفتی ایران، چرا کسان دیگه جرئت نمی‌کنن برن ایران؟ چرا این همه انسان عزیز ما رو گرفتن در زندان به عنوان جاسوس محبوسشون کردن؟ چرا اینقدر شما رو طبق طبق می‌کنن؟ خانم الهه ایکس لطفاً بیاین بالا به خود من جواب بدید. چرا اینقدر تو اتاقا باز بارها اومدم، چقدر به شما اهمیت میدن، چقدر شما رو دوست میدارن، چقدر شما محترمید برای بیت رهبری، چه اصولگراش و چه اصلاح طلبش، هیچ فرقی هم برای من نمی کنن. خب پس خانم الهه ایکس، برگردیم سراغ اتفاقی که امشب افتاد. اولا قبل از اینی که برم توی انتخابات، کشتی خودت رو، بیشتر خودت رو نشون دادی، بیشتر و بیشتر با مصاحبه هایی که کردی در تلویزیون ها بیشتر خودتون نشون دادی. اول با مصاحبه که با مسیح کردی مسخرش کردی که او یه دهاتی روستاییه و شما در دبیرستان فرانسوی شما درس خوندی. دقیقا اونجا از نظر روانشناسی شما نشون دادید چقدر از درون خالی هستی. افتخار میکنیم به یک دختر روستایی که به اینجا خودش رسوند. شما خانم فرانسوی رفته مدرسه در ایران، شما کجایید الان و ایشون در کجاست و دیگران در کجا هستند؟ تاریخ روز، تاریخ قرن 21، تک تک شماها، نام تک تک شما چه مثبت و چه منفی در روی پیشانی خودتان و همچنین در تاریخ نوشته میشه. 1000 سال پیش نیست، 50 سال پیش نیست، 40 سال پیش نیست، 10 سال پیش هم نیست. الان ما یک همچین اپایی داریم. الان تکنولوژی ببینیم به کجا رسیده. همچنان افتخار میکنید به رفتارتان. وای 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 که چقدر متاسفم به خاطر اینکه لااقل برای نسل بعدیتون، برای این بچه های خودتون و نسل بعدیتون، لااقل به اونها فکر کنید. این حرف رو من به اصلاح طلب ها و اصولگره ها هم گفتم. در مورد امشبتون، من یک دنیا ممنونم که برای من فرستادن و من کامل این برنامه رو دیدم. عزیز روانشناسی دارم میگم، خانم الهه ایکس زدی به صحرای کربلا، چه حرفه‌ای، چه آخونبازی در آوردی، استاد بودی. چرا؟ به خاطر اینکه کم آوردی. انسانی که عصبانی میشه زمانی که تهمت بهش زده میشه، به من تهمت موساد زدن، به من گفتن با از بی بی سی، از سی آی ای پول میگیری، من فقط میخندم برای اینکه هیچ کدوم اینا نیست و با مهربانی اتفاقا جواب میدم. خانم الهه ایکس، زمانی که انسان دیفنسیو میشه جوابی نداره، اوضاع خرابه، نمیدونم چی بگم، هول میشم. زمانی که خودم به خودم اعتماد ندارم هول میشم. از نظر روانشناسی بادی لنگویجم به هم میریزه، به پته 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 میفتم، نمیدونم چی جواب بدم. بعد میرم سراغ یه تیکه دیگه، این ور میرم، اون ور میرم، چون میخوام فرار کنم. بعد شروع میکنم تهمت زدن، بعد شروع میکنم فحاشی کردن، بعد شروع میکنم تحقیر کردن.
یک انسانی که پر باشه هرگز تحقیر نمی کنه دیگری رو. شما امشب چه حرفایی به آقای مهدوی آزاد زدی، چه کلماتی رو استفاده کردی، ای بانو چه چیزایی رو گفتی، چقدر زشت بود برای یک بانوی حقوق بشر، حامی حقوق بشر بگه ای بیمایه الاف دروغگو، دلقک دروغگو، کوتوله سیاسی، احمق، بیشور، نوچه و حیوان. من به من بگو حیوان، من افتخار میکنم که حیوان باشم اما انسان آرزوست. اگر به آقای مهدوی آزاد گفتی حیوان بدون که بهش فحاشی نکردی، وای وای به حال ما که بخوایم حیوان رو، متاسفانه در فرهنگ ما هست، بخوایم از حیوان استفاده کنیم برای تحقیر. تمنای من از همه شماها که الان توی این اتاق نشستید و گوش میکنید، تمنای من هرگز دیگه از هیچ حیوانی استفاده نکنید، به خاطر اینکه میبینیم زمانی که من سالهاست میگم کمپین حمایت از حیوانات دارم و سالهاست میگم آخ که حیوانم آرزوست، ببینید حال، ببینید حال حیوان چه میکنه، وفای حیوان اگر بهش برسی چه میکنه، و وفای انسان به انسان رو و خیانت انسان به انسان ها رو. پس زمانی که شما نتونستی جواب بدی خانم الهه ایکس، تمام ما فهمیدیم، حتی اون حتی بچه 5-6 ساله هم فهمید، حتی اون کسی که روانشناس هم نباشه فهمید، و همه رو خوشحال کردی. ما همه خوشحال تر شدیم به خاطر اینکه دستت چه آسان رو شد، دستت چه آسان رو شد، و دیگه شما سوختی، مهرت سوخته شد و دیگه حق نداری و دیگه جرأت، هرچنکه متاسفانه بعضی ها روشون بسیار زیاده، اما دیگه هیچ بهایی نداره صحبتات. امشب کار تمام شد، امشب تکلیف یک ملت روشن شد. اگر اونی هم که شک و تردیدی داشت به شما، اگر یک جو وجدان داشته باشه، دیگه شک و شبهه دیگه نداره. شما کاملا نشون دادی در طول تمام این سالهای افتخار آمیزتو که داشتی هی تکرار میکردی که 20 و چند سال است، چی کار کردی برای ملت ایران غیر از اینه که برای جمهوری اسلامی زمان خریدی. آقای فرخ نگهدار، شما دارین از ایران و آمریکا بیان صحبت بکنن، چه اشکالی دارد؟ بسیار اشکال دارد. بیان با هم بد زد و بند بکنن، ملت رو بیشتر بکشن، ایران رو ویرانتر و بیشتر به حراج بذارن. آخه کجای اونا میگن ما امتیم؟ به صراحت تو اتاقشون گفتن ما نه به ایران اهمیت میدیم و نه به ملت ایران، ما به امت شیعه و میخوایم امت شیعه رو بزرگ بکنیم. آقای فرخ نگهدار، شما یه کمونیستی، در بیت رهبری در 43 سال چی کار میکنی؟ چطور یک کمونیست میتونه این همه در خدمت یک داعش شیعه باشه؟ چطور؟ کجاست؟ معنیش کجاست؟ دلیلش چیه؟ رو چه حسابی شما این همه خیانت به رفقای خودتون تاریخی کردید؟ به تمام مبارزین در آن زمان کردید؟ مبارزین اون زمان از بچه 14 ساله بود تا چند ساله، الان اگر بودن بسیارشون امکان نداشت وارد یه همچین احزابی بشن، اما همچنان دارین تهمت میزنین، همچنان دارین تحقیرشون میکنین، بچه های معصومو که مطمئنن به نظر من وارد یه همچین احزابی نمیشدن اگر الان بود. مرسی خانم بابک عزیزم. خب دوستان، کامل شنیدید و متوجه شدید که خانم دکتر میترا بابک چه گفته بود. حالا شاید از نظر بعضی خانم میترا بابک زیاد شخصیت سیاسی شناخته شده این نیست، یا اساسا شخصیت سیاسی نیست و روی این حساب نمیشه اونچنان که مثلا رو حرف یه نفری مثل مهدی مهدوی آزاد آدم میتونه رو تحلیلاش حساب بکنه، روی حرف ایشون هم حساب بکنه. هرچند من اینو قبول ندارم، اولا یه هموطن، ثانیا تاثیر کرده است، ثالثا اینکه واقعا نگاه خیلی زیبا و درستی داره نسبت به مقولات، و رابن و چهار رومن، حالا چهار رومن درست نیست لازه ادبیه نمیدونی چه گیرایی آخه به ما میدن، من این رو توضیح میدم بهتون.
خلاصه این که چهارم این که به عنوان یه هموطن حق شد و خیلی هم عالی توضیح داد. یعنی من فکر میکنم حرف تمام، حرف دل بسیاری از مردم رو زد و دوست داشتم حتما اینو گوش کنید. امیدوارم که شما هم مثل من لذت برده باشید از حرفای خانم دکتر میترا بابک. توی حرفای خانم دکتر یه ارجایی داد به صحبت‌های مسیح علی نژاد در مناظره‌ای که با الهه هیکس داشت و اینکه الهه هیکس خب مسخره کرد که ایشون دهاتی و خودش نمی‌دونم در مدرسه فرانسوی‌ها درس خونده و فلان و فلان. من رفتم اون مناظره رو ندیده بودم، رفتم مناظره دیدم، واقعا تبختر، حالا تبختر معناش شما میدونید چیه، ولی منظورم اینه که این نگاه از بالا به پایین بسیار مشمعز کنندش، واقعا آزاردهنده است توی اون مناظره. دقیقا اصلا اولا که اونجا هم فحاشی میکنه، یعنی توی مناظره با آقای مهدوی آزاد دیگه افسار رو کلن پاره کرد، هرچی دهنش اومد گفت، ولی اونجا هم به خانم علی نژاد فحاشی میکنه و حرفای نامربوط میزنه، ولی کاملا از منظر بالاتر اینکه انگاری داره با نوکر صحبت میکنه، با کلفت صحبت میکنه، هرچند با نوکر و کلفت هم انسان هم با اونها باید درست صحبت کرد، ولی به هر حال اون یه همچین نگاهی به خانم علی نژاد در اون مناظره داشت. این قسمت از مناظره رو، یه قسمتهایی از این مناظره رو با همدیگه گوش میکنیم و بعد میریم سراغ اون اتاقی که بهتون گفتم مربوط به فرج سرکوهی و مجید توکلی و دیگران در مورد نقش بازوهای رسانه‌ای جمهوری اسلامی در خارج از کشور برای تطهیر اعمال جمهوری اسلامی، حالا اعم از ترور، اعم از آدمکشی، حمله به معترضین و فلان. میریم اول پس صحبت‌های مسیح علی نژاد رو گوش میکنیم و بعد بهتون توضیح میدم داستان چیه و چیکار باید بکنیم. هیکس، از کدام تغییر حمایت میکنید شما؟ ببینید، از صدای آقای، اونچه که آقای تاجزاده دیروز در برنامه هاشون و برنامه های انتخاباتی خودشون گفتن و هزینه‌ای که یک کسی مثل آقای تاجزاده 7 سال در زندان و سالهای زیادی در سلول انفرادی رفته، من اینجا نیومدم که بلندگوی آقای تاجزاده باشم، ولی مشخصا من از این که مردم برن پای صندوق رأی به خاطر این که تنها چیزی که حکومت رو، حکومت جمهوری اسلامی، حکومت دیکتاتوری رو تغییر خواهد داد، فقط کنش‌های مسالمت‌آمیز در داخل کشور هستش. کسی که در داخل کشور بتونه قدرت رهبری رو به چالش بطلبه و از اون بخواد که باید پاسخگو باشه، این مهمترین چیزی هستش که هر کسی در داخل کشور به اون باید گوش بده. کسی که در داخل کشور داره کار میکنه، این لحن بی‌ادبانه و گستاخانه رو همه میتونن در خارج از کشور به آسونی سواد کسی رو، کار کسی رو زیر سوال ببرن، ولی اون که در داخل کشور نشسته و داره هزینه میده که دهات‌های داخل کشور که دارن کار میکنن، باید بلندگوی صدای آنها بود. شخصا به خاطر اینکه معتقد هستم منشور سازمان ملل و قوانین بین الملل رو، شما میگی من نیومدم بلندگو بشم، بعد میگین باید بلندگوی اونا بود؟ خواهش میکنم، من در حد شما نیستم، اشاره کردم من شما رو یک مداح میدونم، در حد آسون هست برای من و بقیه که بشینیم در خارج از کشور و نخسه بپیچیم و صحبت بکنیم. صحبت کردن آسونه. ببینید، من یه چیزی به شما بگم، اینکه مدام واژه خارج کشور رو تکرار میکنه خانم هیکس به خاطر اینه که هیچ منطق و استدلالی نداره. تمام اعتراضاتی که شکل گرفت در داخل کشور هست. ما اپوزیسیون قدرتمندی در داخل کشور داریم که کف خیابون‌های بالای 100 شهر ایران رو فتح کرده بودن، منتظر امثال تاج‌زاده نبودن که ایشون بره مصاحبه خودشو گوش بکنه، میگه که من نیومدم بلندگو باشم، بعد میگه من باید بلندگو بدم به تاج‌زاده. یعنی اینقدر پرت حرف میزنه و من هم به ایشون بی احترامی نکردم. کسی که به من میگه بی ادب و گستاخ، فقط برای اینکه صدای خانواده کشته شدگان رو اینجا برای شما اکو کردم که به تاج‌زاده گفتن خفه شو.
کسی که به من میگه بی ادب انقدر یعنی قدرت نداشت که به تاج‌زاده‌ای، به جلایی‌پور و خاتمی که به معترضان آبان گفت ارازل اوباش، به معترضان آبان گفتن کرکست، بگه بی ادبی و گستاخی بسه. بنابراین بی ادب و گستاخ اتفاقا امثال اصلاح طلبان هستند که تمام تریبون‌های خارج کشور رو هم فتح کردن به خاطر اشخاصی مثل الهه هیکس و به خاطر کسانی که در سازمان‌های حقوق بشری هستن. من میدونم چی باید بگم، اگر منو دعوت کردید من میدونم چی باید بگم. ایشون و کسانی که از جمهوری اسلامی حمایت میکنن در خارج کشور تریبون و بلندگوی اصلاح طلبانی شدن که همه رسانه‌ها رو از دست مردم و خانواده‌های آبان درآوردن. 25 نفر از خانواده‌های داخل کشور 25 نفر از خانواده‌های آبان کشته شدگان و دادخواهان بازداشت شدن هفته قبل. کدوم میز گرد برگزار شد برای این خانواده‌ها؟ همه‌شون هم می‌خواستن حرف بزنن که تاج‌زاده دهنشو باز می‌کنه من می‌خوام صدای آبان بشم. همه رسانه‌ها امثال خانم هیکس و کسای دیگه تون تون توییت می‌کنن، طوفان به پا می‌کنن، آی ملت بیاین اصلاح طلبا چه حرف شجاعانه‌ای می‌زنن. خانم فاطمه سپری اپوزیسیون داخل ایران میگه خاک بر سر خامنه‌ای. از این تونتر کی میتونه اعتراض بکنه؟ بنابراین شخصی نیست، ایشون فعال حقوق بشر بود، با مقامات جمهوری اسلامی در خارج کشور دیدار میکنه. در رسانه‌های بین‌المللی اجازه نمیده صدای خانواده‌های کشته شدگان شنیده بشه. البته که وضعیت نقض حقوق بشر در ایران بسیار بسیار بحرانی هستش و این بحث جدایی هستش. اونچه که در داخل کشور الان صورت میگیره هیچ تغییری در هیچ نظامی نمیتونه با دخالت خارجی میسر باشه و هیچ تغییری نباید با کنش‌های خشونت‌آمیز توأم باشه. تجربه انقلاب را ما پشت سر گذراندیم، مردم ایران پشت سر گذراندن و این به راحتی تنها چیزی هستش که حکومت دیکتاتوری ایران میخواد که مردم به خیابون‌ها بیان و از اون طریق بتونه اونها را سرکوب بکنه. خانم علی‌نژاد تو یک دقیقه جمع‌بندیتون لطفا. ما وقتی که میگیم جنبش سبز، پس مردم تو کف پشت بوم بودن. شما از یک طرف از جنبش سبز حمایت میکنین، از یک طرف میگین حکومت چنین چیزی رو میخواد که مردم بیان و سرکوب بکنن. ببینید من باز هم تکرار میکنم، جمهوری اسلامی یک عده‌ای رو داره به نام اصلاح طلب در داخل کشور و یه عده‌ای رو داره به عنوان فعال حقوق بشر یا روزنامه‌نگار در خارج کشور. زمانی که نظام داره از مشروعیت ساقط میشه، مردم کف خیابون با صدای بلند اعتراض میکنن، اینها رو با هم متحد میکنه برای اینکه دوباره برای این نظام اعتبار بخرن. چیزی به اسم انتخابات ما نداریم، این انتصابات. وقتی هم میگم فعالای خارج کشور خانم الهه هیکس، به خاطر اینکه وقتی که من با نمایندگان پارلمان اروپا دیدار کردم که چرا حجاب سرتون میکنین، اسم آوردن، گفتن کسانی که در سازمان حقوق بشری کار میکنن به ما گفتن در خارج کشور که این فرهنگ ماست، اعتراض نکنیم. پس میبینید که مردم ایران کشته میشن، زندانی میشن، زخمی میشن، ولی افراری دارن که در خارج کشور صدای اصلاح طلبان باشن، صدای نظامی باشن که تا بن دندان مسلح هست. ببینید من 34 ساله که در ایران از ایران خارج هستم و در ایران هم یک مدرسه فرانسوی میرفتم و حجاب نداشتم، ولی کسی که با کلاه آمده بیرون و بعداً مسئلهش رو عوض کرده و در پارلمان از حجاب صحبت میکنه اون موضع جدایی داره. من با این لومپنیزم که در به هر حال متاسفانه در مقابل من هست، من بحثی ندارم بکنم. امیدوارم که مردم به پای صندوق رای برن، امیدوارم که کسانی مثل آقای تاج‌زاده تایید بشن و امیدوارم تغییرات اسم سالمت‌آمیز در داخل کشور صورت بگیره. بحث شخصی نیست خانم رحیم‌پور، ایشون سمت دارن. ایشون اعلام کرد در دوران مذاکره با ایران به عنوان تحلیلگر حقوق بشر مشاوره داد، رسما اعلام کرد، گفتش که من از دولت‌های اروپایی خواهش می‌کنم در مورد نقض حقوق بشر فعلا حرف نزنن، فعلا فقط برن به برجام و فقط توافق هسته‌ای. منو دعوت کردید اینجا راجع به تاج‌زاده حرف بزنم، به شما گفتم نمیام، فقط میام که مناظره بکنم با کسانی که در خارج کشور صدای مردم رو سرکوب می‌کنن، سانسور می‌کنن و صدای اصلاح طلبان. خب دوستان دیدید این مناظره پرحرارت و دم مسیح علی‌نژاد هم گرم، باز با همه انتقاداتی که ممکنه خیلی ها بهش داشته باشن، ولی واقعا خیلی عالی در مقابل این جرثومه ایستاد، حرف زد و فکر میکنم حرف خیلی از مردم ها زد. دیدید که چقدر وقیحانه هم توهین میکرد و هم حرفای نامربوط میزد و خب اون خزعبلاتی که ما میدونیم امثال الهه هیکس مأموریتشون چیه به عنوان بازوهای رسانه‌ای و همین مورد رو میخوام توضیح بهتون بدم که همونطوری که مسیح علی‌نژاد گفت و همونطوری که اتاق
گفتگو دیشب در کلاب هاست که مجید توکلی، حسین رونقی و فرج سرکوهی بودند و در مورد همین پروپاگاندا بازوهای رسانه‌ای جمهوری اسلامی مانند الهی هیکس، مانند مهدی جامی که نمیدونم حالا اطلاع دارید یا نه که این چند روز اخیر با توییت هاش که براتون خواهم گذاشت واقعا نقش یک بازجوی وزارت اطلاعات رو بازی میکرد، بازجوی اطلاعات سپاه رو بازی میکرد و پرونده سازی میکرد عملا برای فعالین رسانه‌ای و سیاسی. اینها دقیقا همون ماموریتی که جمهوری اسلامی بهشون داده رو در خارج از کشور بر عهده دارن. ما اول از همه برای اینکه اعصابتون یه خورده راحت بشه از این صحبت‌های مشمعز کننده الهی هیکس، اون قسمت گریهش در مورد مسیح علی نجات اونو با هم دیگه گوش میکنیم، یه خورده تمتع اعصاب داشته باشیم، بعد میریم سراغ یه تیک از صحبت‌های فرج سرکوهی که در مورد همین آدمایی که به عنوان فعال رسانه‌ای رسانه‌هایی مثل بی بی سی و رسانه‌های خارج از کشور که حال فارسی زبان هم لزوماً نیستن، به عنوان فعال حقوق بشر، نمی‌دونم به عنوان روزنامه‌نگار مستقل، اینها بولشون میکنن، پروموتشون میکنن و به خورد ملت میدن و بعد میان اینها بلندگوی رسانه‌ای جمهوری اسلامی میشن و دقیقاً حرفای جمهوری اسلامی یا رسانه‌ای مثل بی بی سی میشنویم. اون تحلیل فرج سرکوهی هم گوش میکنیم و بعد از اون میریم سراغ اتاق دیشب که مجید توکلی و دیگران صحبت کردن. سعی میکنم تو این مابینم اگر احتیاجی داشت به راستی آزمایی و اینها در خدمتتون باشم. بریم اول گریه های الهی هیکس رو گوش کنیم با هم. بخاطر اینکه محکوم به مرگ شدم در داخل کشور نمیتونم نه عروسی خیلی حال رفتم و نه مرگ عزیزانم رو شاهد بودم. من متاسفم، من نمیخواستم به این صورت باشم. من 29 سال جنگیدم و الان به این صورت افتادم و یکی به من میگفت که اینا همین رو میخواد. من با تمام عشق و اصل بر برایت با ایران اینترنشنال توسط کردم، جستم که ببین خانم علی نژاد دروغ میگه، اجازه بدین من هم 29 سال جنگیدم و من متاسفم، من نمیخواستم به این صورت باشم. من 29 سال جنگیدم و الان به این صورت افتادم و یکی به من میگفت که اینا همین رو میخواد. من با تمام عشق و اصل بر برایت با ایران اینترنشنال توسط کردم، جستم که ببین خانم علی نژاد دروغ میگه، اجازه بدین من حرف بزنم. دادن ولی من نمیدونستم که این تله بوده و آقای فرساد و اون همکارشون و من شرمندم. من عذرخواهی میکنم که تون روی کردم و من نباید، چون همه و من فردا خوب میشم. من نمیخواستم بیام، آقای بهمنیش منو زور کرده. سر کن خانم، مایلید یه جوره آب بنوشید یکم آرومتر بشید؟ و نه نه من تمام میکنم، بذارید صحبت کنن. نه بفرمایید خانم. خواهش کنم، به خاطر خودشون گفتم. من آقای بهمنیش رو سرزنش میکنم. من اصرار کردم که من در شرایط روحی خاصی نیستم و به من میگن جاسوس. من چطوری میتونم ثابت کنم من جاسوس نیستم؟ 29 سال کار کردم. شادی صدر نامه می نویسه به کنت را، رئیسی که 15 سال پیش من اومدم و مراحل بزرگ و مترقی بالاتری رو طی کردم و الان رئیسم در سطح کنت را، در این سازمانی که هستم می نویسن که اینو اخراج کن. این منتالیتی ایرانی هست، یک زن رو اون آقا می نویسه احساسی هست، یک زن رو که من در بالاترین مقامی هستم میگن اخراج کن. و من فقط جرمم اینه که گفتم رای بدیم و جرمم این هست که گفتم فقط هم تحریم ها رو برداریم.
تحریم ها و مسائل حقوق بشر رو باید دنبال کرد. من الان ژنو بی بی سی و اینا نکرده خیلی هاشون بود، اینا آدم ها رو میارن مونن تحلیلگر معرفی میکنن، بعد حالا اگه ایشون بپرسی میشه مثلا دو تا مقاله تحلیلی ازشون نشون بدی، یه کتاب تحلیلی با ارزش، من کتاب تحلیلی کتابی است که مراجع تحلیلی بهش استناد کنن، نشون بدی نداره. همین حالا تو توییتر من یه کسی تو بی بی سی مصاحبه کرده، من گذاشتمش بریم ببینیم، میگه روزنامه‌نگار و تحلیلگر، بعد اینم همون حرف خانم ایکسو میذاره، میگه اسلحه های زیادی وارد کشور شده و در تظاهرات داره استفاده میشه. خب ببینین اینا آدم باید خود سریع و روشن ببینه مسائل. این یک نکته. بعدی هم این که من الان برای که تموم کنم، نکته بعدی هم این که وقتی که ایشون مدام در این رسانه ها از انتخابات بیرین شهر رای بدین دفاع میکرد، تا اینجا شایبی نداره، هر کسی حق داره بیاد اینو بگه، بله من معتقدم بیرین رای بدیم، مثلا من اصلاح طلبم، مثلا من هرچی هستم، این حق هر کسی است و رسانه ها هم باید به همه تیبون بدن، این حرف درسته. اما موضوع این بود که تمامی ایشون به عنوان چهره حقوق بشری میمد اینو میگفت، این که یک چهره حقوق بشری میاد میگه من چهره حقوق بشری هم و شرکت در انتخابات یا عدم شرکت در انتخابات فرقی نمیکنه تبلیغ میکنم، این اصلا ربطی به فعالیت حقوق بشری نداره، یه فعالیت سیاسی محض. من به این رسانه هم موقع انتقاد کردم، گفتم آقا جان شما وقتی کسی میارین که بوزه سیاسی شده به تبلیغ میکنه و حقم داره و شما حق دارین بهش تریبون بدین، در این صورت به عنوان یک فعال سیاسی یا به عنوان یک کسی که نظر سیاسی داره با دعوت کردین ازش، نه به عنوان حقوق بشر. اما خوب گوش ندادن به چرخه. من قبل اینکه در واقع اصلا وارد این چرخه‌ای که چرخه پروپاگاندا یا حالا همین تبلیغاتی که به نفع حکومت داره اتفاق میفته بگم، یکی از کارهایی که در واقع مجموعه این چند وقت اخیر یعنی چند سال اخیر انجام داده، این مقاله ها، این گزارش هایی که علیه در واقع کاربران ناشناس یا با اسم مستعار به صورت هدفمند من معتقدم منتشر شده، چه از مقاله‌ای که آقای امیر رشیدی تو روزنامه شرق منتشر کرده، چه مقاله‌ای که توی در واقع خود، حالا تاریخچه این رو حتما دوستان دسترسی دارن دیگه، به سایت دیدبان حقوق بشر برید و محتواهایی که توی خود سایت هست به زبان فارسی هم هست، برای اینکه دوستان اتهام ترجمه نادرست رو به ما نزنن، ترجمه های فارسی که خود این عزیزان تو سایتشون قرار دادن رو شما بخونید. از سال 2018 و 2019 بر علیه کاربران ناشناس و مستعار به صورت هدفمند، نه به صورت در واقع جست گریخته، کاملا صحبت شده. از مقاله‌ای که خانم سپهریفر توی دیدبان حقوق بشر منتشر کرده، از در واقع گفتگویی که خانم نگار مرتضوی با آقای برزو درگاهی اگر درست یادم مونده باشه تو ایران پادکست داشته، یعنی پادکستی که مال خانم مرتضوی بوده، و خود آقای رشیدی که بعدتر از اونها تو روزنامه شرق این رو منتشر کرده، و حتی از زبان بسیاری از نایاکی ها تو این نقدهای اخیر ما شنیدیم، تا الان رسیدیم به این که ما همون ادبیات، همون گفتمان، همون اتهام زنی به بخش عمده ای از جامعه ایران، بخش واقعا عمده ای از جامعه ایران که به خاطر شکل سرکوب تو جامعه، به خاطر نبود آزادی، به خاطر اینکه نمیتونن در واقع با هویت خودشون، به خاطر نبود امنیت تو این جامعه فعالیت کنن، اتهام زده شده. و مورد آخرش در واقع همین نیویورک تایمز و دیدبان حقوق بشر بوده، یعنی دو تا موردی که وجود داشته، یک نهاد حقوق بشری که به وضوح کار سیاسی کرده اینجا بر علیه بخش عمده ای از یک جامعه سرکوب شده و خفه شده، و یک نشریه که ادعای در واقع دفاع از آزادی و آزادی بیان داره و اقدامی که کرده صراحتاً خفه کردن بخش عمده از جامعه ایرانه، که گفتم به دلایل زیادی از جمله نبود فضای باز و آزاد برای اعلام نظر منتهی به این میشه که مثلا
پشت اکانت مستعار یا ناشناس قرار بگیرن. توی بیانیه در واقع دیدبان حقوق بشر اگر درست تو ذهنم مونده باشه، ارتش ترول های مجازی گفته شد. توی در واقع بیانیه اخیر دیدبان حقوق بشر هم در واقع یه شکلی تهدیدهای شرورانه و حملات اینترنتی در واقع نسبت داده شد به همین کاربران یا بخش عمده ای از کاربرانی که معترض بودن به نحوه اطلاع رسانی و گاهن کتمان حقیقت که از طرف اینها صورت گرفته. این به نظر من موضوع خیلی مهمیه، یعنی به شکلی دامن میزنن به سرکوبی که تو جامعه است، یعنی میخوان کاری بکنن که همین شخصی که توی ایرانه، توی تهرانه، توی تبریزه، توی شیرازه یا توی خوزستانه، از واقعیتش، از ترس اینکه بازداشت نشه، شکنجه نشه، به در واقع سرنوشت ستار بهشتی و ده ها نفر مثل ستار بهشتی دوچار نشه، مجبوره، یعنی از اجبار این کار رو داره میکنه، نه از انتخاب توی شرایط کنونی، که آیدی مستعار بسازه و فعالیت کنه. حالا این افراد و این نهادها و این رسانه ها به شکل دیگه‌ای همین فضای بسته برای افراد ناشناس رو میخوان بیشتر سرکوب کنن و خود این به نظرم خیلی مهمه، نباید نادیدش گرفت، حالا فارغ از بحث پروپاگاندایی که داره اتفاق میفته، و این شکل از سرکوب رو فکر کنم که باید بهش بپردازیم که چرا این افراد، حالا افرادی که وابسته به حکومتن، افرادی که وابسته به جواد ظریفن، افرادی که وابسته به نایاکن، و اخیراً هم میشه گفت افرادی که توی دیدبان حقوق بشر و نیویورک تایمز هستن، این همه وحشت دارن از شنیده شدن صدای افرادی که مستعار فعالیت میکنن، ناشناس فعالیت میکنن. این چه واهمه‌ای توی دل این افراد ایجاد کرده و چرا اینقدر تلاش میکنن که کنار حکومت همین نیمچه روزنه‌ای که وجود داره و اونا میتونن فریاد بزنن رو خاموش کنن. مجید هستی شما؟ خب دوستان خسته نباشید، تا به اینجای کار صحبت های واقعا تکان دهنده ای بود، صحبت های حسین رونقی ملکی. امیدوارم بچه ها، خواهش میکنم دوستان، خواهش میکنم با دقت گوش کنید این صحبت ها رو، این سناریوها رو با دقت گوش کنید. من مطمئنم بارها و بارها شما شنیدید، مخصوصا توی بحث ها، اون دوستانی که توی کلاب هاوس هستن، اون دوستانی که بحث میکنن، نقد میکنن و در بحث ها مشارکت میکنن در فضای مجازی، بارها و بارها از کسانی که شما نقدشون میکنید، مخصوصا از کسایی که وابسته به حکومتن، که تو حالا مثلا کافیه عکس پروفایلت عکس خودت نباشه یا اسمت یه اسم مستعار باشه، که تو یه ترول هستی، تو فیک هستی، تو آلبانی نشین هستی، تو فلان هستی، و این انگار رو بهتون میزنن و تحریکتون میکنن که شما بیاد ثابت بکنید که حالا نه واقعا این اون نیستی، و اصلا نگاه نمیکنن که حالا اصلا تو هر اسمی هم که باشی، اصلا سیب زمینی اسمت باشه، مهم اینه که چه حرفی میزنی، مهم اینه که چه هدفی رو پیگیری میکنی و به دنبال چی هستی. این داستان متاسفانه الان شما همطوری که شنیدی توی سازمان دیدبان حقوق بشر، توی روزنامه نیویورک تایمز که دست امثال فرناز فصیحی، دست کسایی مثل الهه هیکس هستش، و این بازوهای رسانه عرض بکنم، کسایی که تجسم ابتذال شرم به قول هانا آرنت، اینها متاسفانه الان با توسل به اینکه اینها ترول هستن، اینها نمیدونم فیک هستن و پول میگیرن از وزارت خارجه آمریکا، حالا اون زمان ترامپ که میگفتن اصلا اینها پول میگیرن که دیس اینفورمیشن چیز کنن، تولید کنن در فضای مجازی، و متاسفانه به جای اینکه اینها حمایت بکنن از کسانی که دارن حالا حتی با نام مستعار در فضای مجازی فعالیت میکنن در راه آزادی ایران، در راه عدالت، یا به هر حال انتقاد میکنن نسبت به حاکمیت، ولی باید هم حق بهشون بدید چون که داخل ایران هستن، قاعدتا خیلی هاشون نمیتونن نام و تصویرشون
باشه، چون که اگر نام و تصویرشون باشه اونجوری که الان بدون نام و تصویر واقعی دارن فعالیت میکنن نخواهند تونست و سریعا نهادهای اطلاعاتی دستگیرشون میکنن و هزاران مشکل که براشون به وجود خواهد آورد. ولی متاسفانه بازوهای رسانه‌ای جمهوری اسلامی دست رو این نقطه گذاشتن و نهادهایی که مثلا حقوق بشری هستن و روزنامه‌هایی که مثلا باید آزاد باشن دارن دقیقا همون کاری میکنن که جمهوری اسلامی میخواد. بریم صحبت‌های مجید توکلی رو بشنویم در همین مورد و بعدم صحبت‌های آقای فرج سرکوهیه. البته ما بینش اگر احتیاج به راستی آزمایی یا صحبتی یا چیزی بود من در خدمت هستم. اون توییت ها هم که گذاشتم به اون توییت ها دقت بکنید، دقیقا بدون اینکه من صحبت کنم یا وقتیتون رو بگیرم کامل اون بحث رو توضیح میده و خودش نقشه کتاب رو بازی میکنه. بریم داشته باشیم صحبت های مجید توکلی عزیز رو. من از اینجا شروع کنم. مسئله اصلی ما شر، یعنی ما اون بحث نادرستی ها شر رو محور کار قرار دادیم. من میدم که خیلی ها از جایی میان نقد میکنم، میگن که چرا رفتید سراغ فرناز فصیح، چرا رفتید سراغ دیدبان حقوق بشر. نگاه کنید که ادبیاتی که تو این سالها ساخته شده خیلی ادبیات قدرتمندیه به نظر من. یعنی یک عده متوجه شدن که وقتی میخوان مقابل نادرستی ها بیستن، میخوان مقابل شر بیستن، میخوان نذارن که اون تداوم پیدا بکنه، میخوان نذارن که مشابه اون موارد تکرار بشه، علاوه بر نادرستی ها باید حاشیه نادرستی ها رو هم هدف بگیرن. بنابراین از ادبیاتی ما استفاده کردیم، ادبیاتی دوستان دیگه استفاده کردن که داره هر دو رو همزمان میزنه. یعنی وقتی میگه الهی هیکس جای غلطی ایستاده، کار بسیار نادرستی انجام داره، همدستی میکنه در جنایت به خاطر خوزستانه، یعنی اصل ماجرا خوزستانه، الهی هیکس رو هم داره به خاطر خوزستان مقابلش میسته. بنابراین من میخوام این مسئله خیلی روشن بشه و روش هم تاکید بشه که ما در واقع مسئله ما اصلش از همین شر، از همین نادرستی ها شروع میشه و ما میخوایم چنان در برابر نادرستی ها بایستیم که حتی حاشیه های نادرستی هم احساس در امان نمونن، اونها هم احساس امنیت نکنن و اون کمک میکنه که کسانی که ببخشید کسانی که حساسیت زدایی میکنن از نادرستی ها، کسانی که عادی سازی میکنن، کسانی که توجیگری میکنن، کسانی که زمین سازی میکنن، کسانی که زیبا سازی میکنن، کسانی که علاج میکنن، کسانی که تحمل پذیر میکنن این شرایط را، کسانی که سعی میکنن دیگران رو به مدارا با این شرایط بخونن. اصلا مهم نیست ما اسمش عاجزی، زیبا سازی، تحمل پذیری، مدارا پذیری، توجیگری، علاج، بنانکاری، مالکشی، آپولوژیست، پروپاگاندا، حساسیت زدایی، زمین سازی، هر چیز دیگری که میخواییم بذاریم. مثلا اینه که شما در خدمت جنایتی و یک تصمیم جدی جامعه ایران گرفته که به طور جدی هر طور شده جنایت بدون مجازات نمونه و این جنایت رو چنان رسوا بکنه، چنان جلوی این جنایت بیسته که اولا اون جنایت، اون نادرستی، اون شر نتونه تداوم پیدا بکنه و موارد مشابه اون هم نتونه تکرار بشه، نتونه اتفاق بیفته. من فکر کنم به عنوان یک مسئله با تو ذهن همه ما بشینه و بعدش وارد این بحث بشیم. خب دوستان این قسمت از صحبت‌های مجید توکلی تموم شد. من خودم هم واقعا لذت میبرم، خودم با اینکه چندی بار گوش کردم ولی همین که این ویدیو رو میخوام آماده کنم با صحبت های مجید توکلی دیگه جلو نمیزنم، بازم گوش میکنم و واقعا لذت بخشه. درود بر شرفش، درود بر شیری که از اون مادر خورده، درود بر اون لقمه حلالی که دادم به این بچه. خلاصه این که چی میخواستم بگم، باز احساساتی شدم مثل همیشه یادم رفت. آهان، قبل این صحبت مجید توکلی تا این قسمت تموم شد. حقیقت این روم نزدیک 4-5 ساعت، آره 4-5 ساعت طول کشید. اینم باید خلاصه بکنم در یه فایل جداگانه بتونم کل این روم رو پوشش بدم. الان پروژه زیاد دستمه، اون قسمت دوم تابستان 67 هنوز مونده
و یکی دو تا پروژه کوچیک‌تر دیگه، ویدیو کوچیک‌تر دیگه، ولی اولین فرصت حتما این روم خیلی مهم و من آماده میکنم. ولی تا همین قسمت ها حد فکر میکنم کافی بود برای این ویدیو. فقط مونده صحبت های فرج مهم فرج سرکویی که اونم میشنویم. قبل از اینکه بریم صحبت های فرج سرکویی با هم بشنویم، چون که در مورد ابتذال شر و هانا آرنت دوست داشتنی صحبت کرد، این ویدیو رو یکی دو بار من در ویدیوهای گذشته گذاشتم، بریم صحبت های خود هانا آرنت در مورد پروژه ابتذال شر که به واسطه محاکمه آیشمن در اورشلیم بود و این کتاب نوشته شد، یعنی به این بهانه بود که این کتاب نوشته شد. میریم با هم این یه فیلم کوتاه، یه ویدیو کوتاه از هانا آرنت و آیشمن در اورشلیم میشنویم و میبینیم و بعد میریم سراغ صحبت‌های آقای فرج سرکویی. بریم ببینیم با هم. Klar sein, dass unter totalitären Bedingungen es das Phänomen der Ohnmacht gibt. Und man muss sich klar sein, dass es auch unter Bedingungen der absoluten Ohnmacht noch Verhaltensweisen gibt. Das heißt, dass das nicht besagt, dass man unbedingt auch ein Verbrecher werden kann. משטר שהוא משטר של רשע, ואתה לא מסוגל להתנגד, כי אתה חלש מדי, כי העמדה שלך היא שולית מדי, כי כל הכוחות מסביבך הם נגדך, אז, ואתה לא אמיץ מספיק בשביל לסכן את עצמך ולא רוצה להיות מרתיר, אז יש, נשאר לך בכל הדבר אחד לעשות, ומה שנשאר לך לעשות זה לא לעשות כלום. זאת אומרת, לא להתברג במכונה ולהתחמק מתי ש... Davon Danzig hat erklärt, seine offizielle Seele habe sich immer mit dem identifiziert, was er getan habe. Seine private Seele sei stets dagegen gewesen. Das gibt es eben nicht. Es gibt nur äußeren Widerstand. Inner gibt es höchstens eine Reservatio, mentales. Nicht? Das sind ja alles Lebenslügen, die verständlich sind und ziemlich ekelhaft. Wissen Sie, die Mitwisserschaft ist eine furchtbare Sache. Kant sagt, um ihn jetzt also doch wirklich in den Mund zu nehmen, an der Stelle eines anderen zu denken. Oder der, ja, das Unvermögen. Diese Art von Dummheit, das ist, als ob man gegen eine Wand spricht. Man kriegt nie eine Reaktion, weil nämlich auf einen selber gar nicht eingegangen wird. Ich würde sagen, diese Art zu morden vom Schreibtisch oder in Massen, ist natürlich ein unvergleichlich furchtbarer Typus Mensch als jeder Mörder, weil er gar keinen Bezug mehr auf sein Opfer hat. Eichmann nicht mit Töten beauftragt, weil er sich dazu nicht eignete. Aber da, er war doch in dem Mordprozess, es spielt gar keine Rolle, wer das oder jenes nur tut. Man salam mikonam be hame. Man mikhasam chand nokte begam dar mord mowdu asli otaq. و این که اگر شما بخواید مثلا با پروپاگاندای جمهوری اسلامی مقابله بکنید، باید اون شیوه هاشو بشناسید. من چند تا شیوه شو که خودم در تجربه عملی در اروپا دیدم میخواستم بگم، اما قبلش دو نکته واقعا مجبورم بگم بجدانن. نخست این که یکی دوستان اسم من آورد گفتش که در مورد خانم هایی چرا سکوت کرده، کسی سکوت نکرده. من سازمان هیومن رایتس واچ رو از اول زمانی که در ایران بودم یک سازمان حقوق بشری نمیدانستم، چون یک سازمانی بود که با دولت کارتر و اینا کار میکرد و اونها هم از رفسنجانی و بعد از خاتمی حمایت میکردن. به همین دلیلم در مورد خود من هیومن رایتس واچ وقتی عمل کرد که دیگه موضوع من به اتحادیه اروپا و دنیا و اینا کشیده بود. بعد وقتی من اومدم اروپا به من جایزه دادن، منم هیچ اصلا بهشون جواب ندادم، همون جایزه داشل حمید اسم من هست تو وبسایتشون. بعد در مورد اون دروغی که در مورد خود من گفته بود، من پارسال یه فیلم دیدم از آقای رضا علامزاده دیدم، آقای خانم الهی در دروغ میگه من رفتم ایران به سرکویی زنگ دادم دروغ گفته بود. من همون موقع نوشتم، منتها خب کسی به نوشته بنده توجه نکرد. تو فیسبوک هست، برید ببینید، به تاریخ ژوئیه 14 ژوئیه پارسال
بنابراین تقصیر من نیست. این یک نکته. در مورد خانم عبادی من یک نکته رو باید وجدانن بگم. ما زمانی که در ایران بودیم در اون اوج اختناق، نمیدونم الان هستن یا نه ولی مهم نیست هستن یا نه، باید بگم در اوج اختناق دوره رفسنجانی، در اون اوج بازجویی ها، احضارها، کشتارها، چی 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 چی، خانم عبادی در کانون نویسندگان چهره بسیار درخشانی بود در حمایت از آزادی بیان. بعد وکیل منم بود و حتی در جریان پاسپورت با من اومده داره گذرنامه. اون من خیلی از مواضع خانم عبادی بعد از گرفتن جایزه نوبل انتقاد دارم، اما کاری که اون موقع می کرد نه فقط برای من، برای همگان واقعا در اون شرایط ایران کار قابل تحسین بود. اما برگردم به موضوع اصلی. ببینین من الان این راهکارهایی که میخوام برای شما بگم که اینا چی کار میکنن در مورد اروپا است. من در مورد آمریکا هیچ اطلاعاتی ندارم. در مورد اروپا چون خودم درگیر بودم، من مسئول حقوق بشر پن آلمان بودم و هستم و اینا، مرتب درگیر این مسائل هستیم. پن منظورم انجمن قلم هست، چیزی که ما بهش میگیم، و اینا رو دیدم در مطبوعات آلمان هم کار میکنم و اینا. چند تا اگه بخواید باهاشون مقابله کنید بد نیست این میکنید وارد بشنوید. یکی نفوذ اینا در نهادهای حقوق بشری هستش. اینها در بعضی نهادهای حقوق بشری، منظورم از نفوذ نیست که مأمور دارن، منظورم به حال یعنی اینکه توانایی خط دادن پیدا میکنن. این یکیش از طریق این هستش که یه عده‌ای هستن در اروپا که اینها به اصطلاح ضد آمریکا هستند و جمهوری اسلامی هم ضد آمریکا میدونن، لذا به نوعی باش همدردی دارن. البته بعضی از احزاب دست راستی هستن، بعضی موقع در چپ ها هم هستن، در سبزا. حزب سبزا طرفدار اصلاح طلبان بوده همیشه و به همین دلیل هم همیشه فضا رو برای اصلاح طلبها باز میکرده و اصولا به طور سیستماتیک مثلا حزب سبزا در آلمان همیشه از اصلاح طلبها حمایت میکرده و این طبیعتا به این منجر میشه که وقتی اصلاح طلبها سر کارن مثلا بزرگ نکنین مسئله فلان زندانی رو فلان فلان، این کارا رو بر اساس سیاست هاشون میکنن نه بر اساس گول میخورن و اینا. من تون تون میگم چون میدونم وقت کم، ای کاش وقت بود من تشریح میکردم اینا رو. یه مقدارش هم حالا اون این بخشی از به اصطلاح راه خط دادن هست، بهرهگیری از احساسات ضد آمریکایی، بهرهگیری از بعضی سیاست‌های بعضی احزاب مثل حزب سبزهای آلمان که اینا میدونید وزیر خارجه میدن، شوخی هم ندارن، یوشکا فیشر و اینا اصولا بعد خود این یکی از راه‌هایی میکنه. یکی از راه‌های دیگه این کاری است که اصلاح طلبان میکنن. ببینید یک تعداد زیادی اصلاح طلب در وجود داره و تعداد زیادی استاد دانشگاه و اینا که طرفدار اصلاح طلبا هستند، ایرانی هستند اما در اروپا کار میکنن. این اصلاح طلبان همیشه سعی میکنن مسائل رو تخفیف بدن به سود جمهوری اسلامی بر اساس عقایدشون، من نمیگم مأموران یا غیر و غیر، یا مثلا بعضی از زندانی‌ها رو کلا فراموش بشه، بعضی مثلا وقتی که در ایران شلاق وجود داره مسئله اصلی میکنن زندان انفرادی، چون شلاق اونا نمیخورن ولی یه عده دیگه میخورن، از این بحثایی که خاصیات. حالا این یکی از بنابراین راههایی که تاثیر میذاره روی مطبوعات اروپایی و اینها فعال این اصلاح. و بعدم یک عده شما میدونین که یه عده هستن که میگن طرفدار ما طرفدار دموکراسی هستیم، لایک هم هستیم، اما از سیاست‌های جناح‌های مختلف حکومتی دفاع میکنن که در رسانه‌های فارسی زبان مرتب میبینیشون در خارج کشور. اینم یکی از، اما یه راه حالا راه‌های پیچیده‌تری هم وجود داره. یکیش در رسانه های غیر فارسی زبان است، مثلا رسانه های آلمانی. ببینین من همکارانی داشتم اینجا که خیلی هم منتقد بودن، بعد من دیدم یواش یواش اینا دارن نرم می‌نویسن با جمهوری اسلامی، درباره جمهوری اسلامی اخبار مثلا حقوق بشری کمتر منعکس میکنن، بیشتر سعی میکنن یک جنبه به اصطلاح نیمچه مثبت ارائه بدن. من دو سه تا از اینا که آدم خیلی خوبی هستن زنگ زدم گفتم تو تغییر کرده رویت، گفت ببین برای اینکه ما سفر بکنیم به ایران به عنوان خبرنگار نه به عنوان توریست، اجازه مخصوص وزارت ارشاد لازم. سفارت تمام مقالات ما رو نگاه میکنه، ارزیابی میکنه، به ما به عنوان خبرنگار اجازه میده یا نمیده. و من چون متخصص خاورمیانه و اصلا کارم در این روزنامه راجع به خاورمیانه است، باید به ایران سفر کنم. ببینید این آدم خیلی خوبیه، این که دارم میگم مثلا دوست صمیمی منه، اینا بخشش هم چیزای مثلا اون میکانیزم هاش که جمهوری اسلامی ایجاد کرده که اگه مثلا تو منفی راجع به ایران بنویسی بد اجازه به عنوان خبرنگار بری ایران نمیده، ولی اگر نیمچه مثبت بنویسی، نه که کاملا مثبت چون کسی کاملا مثبت نمینویسه، در نتیجه تو میتونی بری به عنوان خبرنگار ایران و چند تا گزارش بیاری و اعتبار پیدا کنی در نشریات و اینها. اینم یکی از میکانیزم هاست. حالا راههای مقابله با میکانیزم ها وجود داره ها، من فقط الان وقت نیست تون میگم. در رسانه های فارسی زبان پربیننده مثل بی بی سی واقعیت اینه که
اینا وقتی تلویزیون بی بی سی رو درست کردن، بافت اصلی رو از روزنامه‌نگاران دوم خردادی به عمد تشکیل دادن. فضای فکری اونجا همه نیستن، البته اینجور برخی هاشون روزنامه‌نگار مستقل هستن، اما بخش عظیمیشون، بخشی از اونا واقعا کسی بهشون دستور نمیده، خودشون این طور فکر میکنن. ببینین شما اگر به سایت بی بی سی نگاه کنید، هیچ نشریه زرد مبتذلی در دنیا وجود نداره. اگه شما یک نمونه آوردین، من همه سابقه رو پس میگیرم، سابقه روزنامه‌نویسی بود، که یک نفر بشینه تو لندن، درباره تئاتر و نمایشگاه نقاشی که بدون دیدن اونا نمیشه نقد کرد، 5-6 ساله داره هر هفته مینویسه. خب این اینا یه بافت رابطه است، یه بافت روابطی است که اونجا وجود داره و در واقع این ذهنیت اون آدم است. بنابراین بخشی از این رسانه ها هم اگر میبینین که پروپاگانده های جمهوری اسلامی رو به شیوه های مستقیم و غیر مستقیم منعکس میکنن، ذهنیت خود اون آدم است، کسی هم بهشون دستور نداده. اینم یکی از راه های ولی خود موردی که توی بی بی سی میگید، من مثلا توی تأخیر آقای اردلان رو میگم دیگه. نه من اصلا به چیزهای عمیق‌تر توجه می‌کنم. اردلان مردانان رو برش. آره، بس بحث من مثلا عمیق‌تر از ببخشید، بحث من عمیق‌تر. من متوجهم چی میگی، ولی بحث اینه که بنابراین ببینید، من فقط نمیخوام بگم اینا خوبه یا بده. من دیدم که شما نوشتین راهکارهای مقابله با پروپاگاندا. برای این مقابله با پروپاگاندا باید شناخت که اینها از چه راهکارهایی استفاده میکنن. حالا در مورد راهکارهای گوناگونی که اینا استفاده میکنن، چند تاش که من تجربه دارم گفتم، اما چگونه میشه با اینا مقابله کرد؟ هر موردی متفاوت هست. مثلا در مورد نهادهای حقوق بشری خیلی کم پیدا میشه یکی مثل خانم الهه ایکس بیاد دستش اینجوری رو بشه. خیلی ناشی بود این خانم واقعا. اونایی که در نهادهای حقوق بشری هستن و به سود جمهوری اسلامی کند میکنن مبارزه این نهادها رو درباره حقوق بشر، اینها اینقدر ساده و فلان نیستن و در این حال هم خیلی هاشون اصلا به اصطلاح عرض کردن به خاطر ضد آمریکایی بودن و دفاع از فلسطین و اینا طرفداری میکنن از جمهوری اسلامی، نه اینکه مثلا مأمور باشن و فلان. حالا البته هدایایی هم هست، من میدونم، دیدم، خبرم دارم، هدیه هایی هم هست، دعوت به کنفرانس ها و سمینار ها هم هست. اینها هم مزایایی است که ببین، یاد ما ایرانی هستیم، زیر فشار جمهوری هستیم، چه برنامه‌ای باش مخالفی و دلمون میخواد مثلا تغییر کنه. این یارو آلمانی که اینجا زندگی میکنه، اون فشار جمهوری اسلامی میاره که نده نمیکنه که. بنابراین یک هدیه یا یک دعوت به سمینار یا این بنیاد بارانی که آقای خاتمی راه انداخت، اینا بسیار تاثیر میذاره روش. این یک نکته. برای این ما نیازمند این هستیم که از ایرانیانی که اعتبار دارن، حالا گفتن این حرف رو، اونها وارد عمل بشن و نمیشن. کسی معمولا خودشو به درد سر نمیاندازه. برای اما رسانه ها، روزنامه ها رو میگم، یا مثلا تلویزیون های آلمانی زبان یا غیر فارسی زبان، اینا تقصیر ما ایرانی هست. ببینین الان تو آلمان اگر یک روزنامه ورداره یک خبر دروغی بده یا مثلا سیل اومده اینو تخفیفش بده، مردم فردا جمع میشن آلمانی ها جلو اون روزنامه تظاهرات میکنن، بعد میرن به نمایندگان مجلسشون میگن، بعد میرن فلان، اینقدر ادامه میدن تا اون روزنامه مجبورش موضوعشو تصحیح کنه. در هر کشور اروپایی که نگاه کنین کلی ایرانی هست، اما این ایرانی ها یا روزنامه های آلمانی اروپایی نمیخونن، من میگم آلمانی برای که بیشتر درباره آلمان میدونم، ببخشید، نمیخونن، یا اگر هم میخونن یا روزنامه آلمانی یه گزارش نادرست میده که خیلی هم ساده است اثبات نادرستیش، توجهی نمیکنن، نمیرن جلو اون روزنامه تظاهرات میکنن. ببینید اینجا جنگ افکار عمومی، شما باید حرکت بکنید، نمیرن، میرن جلو سفارت چهار تا جمع میشن تظاهرات میکنن، هیچ کم نمیفهمه، هیچ خبرنگاری هم دعوت نمیکنن معمولا، اما نمیرن مثلا افاضت که تیراج میلیونی داره بگن آقا این گزارش غلطه چرا کرد. اگه دوبار این کارو بکنن، اون سردبیرها و دبیرایی که اونجا نشستن که مامور جمهوری اسلامی نیستن، که بالاخره توجه می... نمیگم حالا همشون آدمای خوبی ان، ولی بالاخره به حرفه‌ای از تو اینا، من خودم هم روزا نوشتم میدونم دارم چی میگم، توجه میکنن به اعتراض. در مورد رسانه‌های فارسی زبان هم همینطوره. شما هیچ وقت نمیبینین که به اصطلاح من خیلی انتقادات نوشتم به بی بی سی و دیگران به فارسی، انتقادات هم حرفه‌ای بوده، اصلا سیاسی نبوده. مثلا اینا جمله از ویکی‌پدیا دزدیدن، من مأخذشو ذکر نکردن، من نوشتم آقا این کار حرفه‌ای نیست، نه، کلی انتقادات حرفه‌ای کردم. در روزنامه‌نویسی ایران هم خب آدم ناشناخته‌ای نیستم، ولی به فلانشون هم نیست.
هیچ وقت نیومدن توجه بکنن به این انتقادا. چرا؟ برای که من که زوری پشت سرم نیست، اون داره کار خودشو میکنه. اما اگر ایرانیانی که در لندنن میرفتن تظاهرات میکردن، میرفتن بعد میرفتن به اون نهاد ناظر انگلیسی زبان مراجعه میکردن، آدمای معتبری مثل خانم عبادی و دیگران نامه می نوشتن به نه به ایران، مدیران ایرانی، به اون نهاد ناظر انگلیسی که نهاد حرفه‌ای هست، اون وقت این به تدریج اونا هم اینجور نیستن که به اعتبار خودشون توجه نکنن. البته سیاست ها هست، من اینو می فهمم، اما اینم هست. بنابراین راه مقابله با این هم در مورد روزنامه های من دارم در مورد اروپا میگم، در مورد آمریکا نمیدونم، روزنامه های اروپایی زبان انگلیسی، فرانسه، چوچ، هم فارسی زبان، این استش که عده‌ای قابل توجهی و افراد که دارای اعتبار هستن، نه مثل من، اینا آدمایی که اعتبار دارن، شناخت شده جهانی هستن، اینا برن عملا اعتراض بکنن. اما اعتراض نه به شخصی آدم بد این مأمور، اینجوری نه، شما باید مستدل بگی که آقا این گزارش اینجاش 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 اشکال حرفه‌ای داره. این راهش هستش. خب دوستان خسته نباشید، صحبت‌های فرج سرکویی هم شنیدیم، خیلی واضح بود، روشن بود، احتیاجی به راستی آزمایی هم نداشت. در مورد اون داستان الهه هیکس هم که گفتش که وقتی من فیلم رضا علامه‌زاده رو دیدم و بعد نوشتم و اینها، در ویدیو قبل که مربوط به فرج سرکوهی و افشاگری آی سرکوهی در مورد خانم الهه هیکس بود، کامل اون مورد فیلم آقای علامه‌زاده رو کامل نشون دادیم و توضیح دادیم. امیدوارم که از این ویدیو و از این لایف خوشتون اومده باشه، از این ویدیو خوشتون اومده باشه، راضی بوده باشید. دوستان ما واقعا، حالا نمیخوام بگم ما شاخ غول میشکنیم، نمیدونم کوه میکنیم و اینها، ولی واقعا زحمت کشیده میشه برای این ویدیوها. یعنی اینجوری نیست مثلا ما یه ویدیو رو یه جایی بگیریم زرتی آپلود کنیم بگیم خب، یعنی احترام نذاریم به بیننده، احترام نذاریم به علایقش، احترام نذاریم که یه کار شکیل درست حسابی، یه چیزی که به هر حال قابل عرضه باشه، آدم قابل دفاع باشه، متوجه میشید؟ یعنی واقعا هیچ وقت تو این کانال حداقل ما این کارو نکردیم، یک کار زرد نکردیم به هیچ وجه، به هیچ وجه، به هیچ وجه کار زرد نکردیم که تیتر بزنیم ببینم بعد بیاد ویدیو رو طرف واس کنه رو حساب تیتر زردش، بعد بیاد ببینه اصلا اون چیزی که تو تیتر نوشته تو ویدیو نیست، یا اصلا اساسا خود ویدیو زرد بشه. هیچ وقت این کارو نکردیم، علارغم این که ویو و لایک و کامنتش خیلی بالاتره در مورد فلان کسک و فلان سلبریتی بخوایم بسازیم، ولی هیچ وقت این کارو نکردیم. تنها انتظاری هم که داریم، من هیچ وقت هم نگفتم لایک بزنید و اینا، تنها انتظاری که دارم داریم که اینه که این ویدیوها رو به دوستان خودتون معرفی کنید و کامنت بذارید و این ویدیوها بیاد بالا که دیگران ببینن. اون ویدیو مربوط به کشتار تابستان 67 خدا شاهد بالای 7 ساعت طول کشید ادیتش و همه کاراش، ولی اونجوری که باید شاید استقبال نشد. امیدوارم که بهتر بشه دیگه، بهتر بشه اوضاع و شما هم بیشتر توجه بکنید. دمتون گرم. میدونم که کسایی که توی کانال ما دنبال میکنن واقعا بچه‌هایی هستن که هم اکثرشون اهل مطالعه‌ن، همین که اکثرشون مطالب کانال رو دوست دارن. من بیش از این دیگه مزاحم نمیشم، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، خیلی خیلی مخلصم، مراقب خودتون باشید. قسمت دوم ویدیو مربوط به تابستان 67 رو، کشتار تابستان 67 رو هم در اسرع وقت آپلود میکنم، آماده میکنم و بعد آپلود میکنم و همینطور ویدیوهای جدید خوب و قابل دفاع. دم همتون گرم، مراقب خودتون باشید، بدرود.